ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چه دنیایی وقتی به یکی التماس میکنی، واسش گریه میکنی، دلیل میاری که عاقلی بهت میخنده و میگه ایشالله یه روز خوب میشی، ولی وقتی یواشکی سوار ماشینی یه آدمی میشی، اونو میترسونی و به درد سرش میندازی، میگه تو از خیلی عاقل تری. من نمیدونم این وسط چی دیوونه. هر کی باشه تو نیستی. یعنی تو دیگه از من نمیترسی؟ چرا بترسم؟ کی تا حالا از مهمون ترسیدی؟ مگه نشنیدی میگن مهمون حبیب خداست؟ چرا غذا تو نمیخوری؟ من برات برم آب بیارم. خانم، اسم من بهجتی. خانم سپاهی، خانم سپاهی. بله. منم برادر محمد آبجو جردشه، تو رو خدا به دادش برسی. الان اومدم. من میرم و برمیگردم. من اینجا نمیمونم. چرا؟ تو خیلی خوبتر از اونی که من بخوام واسد درد سر درست کنم. من میرم. پس بی خود نیست که میگن تو دیوونه ای. شاید منم مثل بقیه حرف دلتو نفهمم، ولی زبونه نگاهتو خوب میفهمم. تا غذاتو بخوری من برمیگردم. پسری از همکاری با پدر تبهکارش خودداری میکنه. پدر و همدستاش به خشونت متوسل میشن و اتومبیل اونو میدزدن و پسر هم با همکاری پلیس اونا رو گرفتار میکنه. بخشایی از فیلم جاده تبهکاران رو با هم تماشا میکنیم. خب دیگه لازم نیست با من موش و گربه بازی کنی. خودت بکش. بگو ببینم چمدونا رو تو باز کردی؟ اگه پول بخوای من بهت میدم. تو جنس رو برداشتی، باید پس. من میبایستی تو رو بهتر از اینا میشناختم. اون وقت باید یه معامله دیگه میکردم. در عوض تو را بهمون خیلی بیشتر خوش میگذشت. تو خیلی زرنگی. میدونی زنایی مثل تو واسه من مثل شام و نهار میمونن که هر وقت دلم بخواد و گشنم بشه میخورم، باقیشم میدازم جلوی سگا. آخه امروز رفته بودم دیدن، اما وقتی چشم افتاد به اون چمدونای لعنتی یادم اومد چجوری دل با پس اونا بودی. دیگه نتونستم خودداری کنم، مجبور شدم وازشون کنم. کاش اون چه دیدم خواب بود، اما نه، حقیقت داشت. من ساده چه آرزوهایی داشتم، چه خوابا می دیدم. از تو اونا رو برداشتی، من ببین که به تو اعتماد کردم. حالا اونا رو پس میدی یا میخوای جون من و بچه رو به خطر بندازی؟ تو چه خوب لالتو بازی میکنی. بین را از عشق و محبت و دوستی صحبت میکردی، منم یادم صاف زاده منو پاک خاطر خواهی خودت کرده بودی. حالا داری کلک بچه رو جور میکنی؟ جنسا کجاست؟ اونا مال خودم نیست. اگه مال من بود اینقدر نمیترسیدم. من با دونه رو به صاحبش تحویل بدم. من این کاره میکنم برای اینکه مجبورم، به خاطر خودم نیست. پس به خاطر کیه؟ حرف بزن. به خاطر کی؟ تو اون چمدون یه عالمه جنس قاچاق قایم کرده بودی. مال کیه؟ میخواستی اونا رو به کی تحویل بدی؟ حرف بزن، حق باز. هر چی میخوای فکر کن، من بدم، هرزم، اما یه مادرم. به خاطر بچه، به خاطر پروانه، مجبورم هر کاری ازم بخوان انجام بدم. بهت که گفتم بعد از مرگ پدر پروانه مردی من از زندان نجات داد، بعد منو گرفتار این کار کرد. منم به خاطر جون دخترم حاضر شدم. اگه تو خیلی میل داشته باشی بدونی برای کی کار میکنم میگم، ولی پروانه رو از دست میدم. اون ازم میگیرن، میکشنش. من جز اون تو دنیا هیچ کس رو ندارم.
فیلم فرید از قشنگ با بازی منوچهر وسوق و شورانگیز طباطبایی محصول سال 1356. داستان راجع به جوان بیلیارد بازی به نام فرید از قشنگه که منتظر دختر محبوبش پری از فرنگ برگرده و باهاش ازدواج کنه. مردی به اسم ایرج که پری و هنگام بازگشت به ایران همراهی میکنه تصمیم داره با پری ازدواج کنه. ایرج که تو ایران همسر داره و ثروت اونو تصاحب کرده توی فرودگاه بازداشت میشه. از طرفی پری که از ایرج بار داره روی بازگشت به خونه پدرش رو نداره. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تو میخواستی از اون پول بگیری؟ نه، اون آدم خوبی نیست. اون گرفتارم کرد، اون منو به این روز انداخت. به خدا من دختر بدی نیستم. معلومه که نیستی. بلنشی لباسات خیلی شده، سرما میخوری. تو که نمیخوای منو بسپاری دست اون. نه که نمیخوام. تو اسم چیه؟ این چند روز فرصت نشد اسمتو بپرسم. اسمی چیه؟ پری. چی؟ چت شده فری؟ هیچی اسم نامزدت پریه؟ از کجا فهمیدی؟ تمام بدنت داری میلرزه. آره، اگه تو نامزد نداشتی من فیلم شب آفتابی که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که نصرت بعد از آزادی از زندان با دوستش قوام قرار میذاره تا قوام کسی که به نامزد نصرت حتک حرمت کرده رو به قتل برسونه. نصرت هم در عوض عموی قوام رو که ثروت پدرش رو بالا کشیده و قصد داره با مادرش ازدواج کنه بکشه. بخشایی از فیلم شب آفتابی رو با هم تماشا میکنیم. کنیزیت قبول میکنی مادر؟ به منت دخترم، با دل و جونم، ولی شماها کجا بودی؟ سر صورتت چی شده؟ ازم دعوا کردم. تو که دیگه باز عادت کرده باشی. این درب دریای تو کی تموم میشه مادر؟ این چشم انتظاری های من کی تموم میشه مادر؟ این چند روزه به تو چی گذشته؟ اون آدمی که اون شب اومده بود کی بود؟ آقا سلیمونو کی کشته؟ دیگه تموم میشه، دیگه نمیخواد برای لیلا گریه کنی، سر نماز دیگه نمیخواد آقا سلیمون رو نفرینش کنی. اون تقاص گناهشو پس داد. من و لیلا فردا از اینجا میریم. وقتی سر و سامون گرفتیم میفرستم عقبت که تو هم بیای. یا یه جایی که هیچ که ندونه ما کی بودیم، از کجا اومدیم، چی کار کردیم. حالا بغل خودت برای لیلا جا بنداز. اون خسته است، خیلی هم خسته است. توی فیلم دزد سوم، ابی با بازی سعید راد راننده مینیبوسه و قصد داره با جمع کردن پول با زینت که منیژه بازیش میکنه ازدواج کنه. داستان فیلم راجع به دو رقیب عشقیه که هر کدوم برای به دست آوردن زینت دست به کارهای خطرناکی میزنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شما دویدین، منم دویدم. تو واسه چی دویدی؟ محمود خنده ناکس هرم دارم. محمود خنو؟ آره، آخه من داشتم. چی رو؟ زینت رو. زینت کی؟ شیرینی خوردم بود،
رو دستم پاشیدن و بردمش. چرا گذاشتی؟ پول نداشتم. حلال مشکلم. دوستش داشتی؟ آره، خیلی خاطرشو میخواست. حالا چی؟ هنوزم دوستش داری؟ والا باید استخاره کنم.